سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با همدیگه دو تا مثال جالب دیگه از حدهای مثلثاتی رو حل بکنیم و من امیدوارم بعد از اون دیگه خودتون بتونید این جور رو حل بکنین یکیش که خیلی خیلی مثال معروف و مهمی هست حد x به سمت صفر تانژانت x تقسیم بر x هست خب همیشه وقتی که با تانژانت سر و کار دارید حالا اگر به این فرم خیلی خوشگل نبود چون ما این فرم رو الان حساب میکنیم و از این بعد شما دیگه بلدین این رو حل بکنید اما اگر به این فرم خوشگل نبود معمولا تبدیل تانژانت به تعریف اون که سینوس تقسیم بر کوسینوس هست یک روش خیلی استاندارد هست که احتمالا میتونه کمک بکنه بنابراین من میتونم بگم که این مساوی هست با حد x به سمت صفر سینوس x تقسیم بر کوسینوس x کلا تقسیم بر x یعنی ضرب در یک x که من میتونم اینو به این شکل بنویسم که این مساوی هست با حد x به سمت صفر سینوس x به x ضرب در یک به کوسینوس x حالا من میتونم اینجا چیکار بکنم من میتونم اینجا بیام و از خواص اساسی حد استفاده بکنم و بگم که حد یک تابع fx ضرب در یک تابع gx این رو در ویدیو سوم یا چهارم حد فکر کنم با هم یاد گرفتیم که این مساوی میشه با حد x به سمت صفر سینوس x به x یعنی f x ضرب در حد x به سمت صفر g x یا 1 به کسینوس x و من هر دو این ها رو میتونم به راحتی حساب بکنم چون این که اصلا مقدارش کسینوس x در x مساوی با صفر برابر با یک میشه بنابراین این مساوی میشه با یک تقسیم بر کوسینوس صفر یعنی مساوی میشه با یک این حتی هم که دو ویدیوی قبل یا چند ویدئوی قبل با هم حساب کردیم و دیدیم برابر با یک میشه بنابراین این مساوی میشه با یک ضرب در یک مساویه با یک بنابراین من به این نتیجه میرسم چون این مهم هست بذارید اینو من جداگانه بنویسم که حد x به سمت صفر تانژانت x به x مساوی میشه با یک و من ازتون میخوام که به همون روشی که ما برای سینوس ثابت کردیم در ویدیو قبل شما اینو ثابت بکنید که حد x به سمت صفر تانجانت a x که a یک عدد در حقیقت. یک عدد صحیح هست تقسیم بر b در حقیقت a یک عدد هست که عدد حقیقی مهم صحیح باشه مساوی میشه با a تقسیم بر b این رو دقیقا شما به همون روشی که ما برای سینوس ثابت کردیم میتونید اثبات بکنید پس من دور اینها خط میکشم چون اینها حدهای بسیار مهمی هستن که دیگه لازم اینها رو کاملا روش اثبات و خودشون رو مسلط باشید مثال بعدی که میخوام حل بکنم پس این مثال یک ما بود این مثال دوی ما هست یک کاربرد جالب از تغییر متغیر هست فرض بکنید که من میخوام حد x به سمت صفر سینوس سینوس x تقسیم بر x رو حساب بکنم خب جالب شد دیگه این الان از اون چیزایی نیست که ما همیشه دیده باشیم سینوس سینوس x من چطور میتونم این رو حل بکنم خب من تنها چیزی که از سینوس بلدم چی هست تنها چیزی بلدم همینی است که الان من اینجا دارم یعنی من این تنها چیزی بلدم و طبق چیزی که در ویدیوهای قبل با هم دیگه دیدیم من از این به این نتیجه رسیدم که حد یک چیزی به سمت صفر این میتونه هر چیزی باشه سینوس اون چیز تقسیم بر خود اون چیز هم مساوی با یک میشه من اینو با روش تغییر متغیر در ویدئوی قبل نشون دادم حالا اون موقع اینجا AX بود ولی میتونست هر چیز دیگه هم باشه بنابراین وقتی که من سینوس یک پدیده ای رو دارم مهم نیست چیه من لازم دارم که تو مخرج اون کسرم همون پدیده رو داشته باشم که بتونم حدش رو حساب بکنم یا حالا یک ذریبی از اون پدیده رو داشته باشم لزومی هم نداره که دقیقا خودش رو داشته باشم بنابراین من میتونم بیام و این حد رو به این شکل بنویسم از بیام از در حقیقت فکرم استفاده کنم و بگم که این برابر میشه با حد x به سمت صفر سینوسه. سینوس سینوس x تقسیم بر x یعنی خودش رو تکرار بکنم ضرب در سینوس x تقسیم بر سینوس x یعنی من صورت و مخرج رو در یک چیز یکسان ضرب میکنم حالا من میتونم بیام بگم که این عبارت مساوی هست با حد x به سمت صفر سینوس سینوس x تقسیم بر سینوس x این سینوس x رو من آوردم این ور و حالا x رو میارم این ور ضرب در سینوس x تقسیم بر x دقت بکنید که من هیچ کاری تا الان نکردم فقط صورت و مخرج رو در یک سینوس ضرب کردم اما این الان خیلی به من کمک کرد چرا چون من میتونم اولا از این قضیه ای اساسی ضرب توابع استفاده بکنم و بگم که این مساوی میشه با حد x به سمت صفر سینوس سینوس x تقسیم بر سینوس x ضرب در حد x به سمت صفر سینوس x به x خب خیلی کار ساده تر شد چرا چون اولا اینو که من میدونم مساوی هست با یک این حد خیلی معروفی هست که من بلدم اما این الان برای من, من خیلی به نظر میاد راحت تر محاسبه است چرا چون من این چیزی که اینجا داخل سینوس دارم که حالا این بار خود سینوس x هست توی مخرج هم تونستم همون رو بسازم پس بذارید من سفر رو یک مقداری ببرم بالاتر که اینجا کمی جا باز بشه خب بنابراین من میخوام الان این حد رو محاسبه بکنم من میام یک تغییر متغیر اینجا میدم من میگم که بذار من اسم سینوس x رو بذارم t یا در حقیقت همین چیزی که اینجا من با دایره نشون دادم من اسم این رو میذارم t و من چی میدونم من میدونم که وقتی که t میره به سمت صفر من نتیجه میگیرم که ببخشید وقتی که x میره به سمت صفر من میدونم که سینوس x هم میره به سمت صفر در نتیجه t میره به سمت صفر خب یعنی من اینو میتونم در حقیقت بنویسم که حد x به سمت صفر سینوس x مساوی با صفر هست بنابراین تی داره میره به سمت صفر بنابراین این حد رو من اگر اینجا ادامه بدم من میتونم به این شکل بنویسم که این مساوی هست با حد تی به سمت صفر سینوس تی تقسیم بر تی پس دقت کنید روش معروف تغییر متغیر شما هر تابعی که داخل حدتون دارید رو میتونید اسمش رو بذارید تی و بعد باید حساب بکنید که وقتی که x میره به سمت صفر تی به چه سمتی میره که این بار شد اون هم داره میره به سمت صفر و بعد حد رو به این شکل تغییر متغیر رو درش ایجاد بکنید من به جای سینوس x گذاشتم t و نشون دادم وقتی که x میره به سمت صفر سینوس x میره به سمت صفر این حد مساوی هست با حد تی به سمت صفر سینوس t به تی که این هم مساوی با یک هست بنابراین این حدی که من اینجا به دنبال محاسبش بودم در مجموع مساوی میشه با یک ضرب در یک یعنی مساوی با یک خب خیلی هم خوب مبحث حد و پیوستگی رو با هم در ویدیوهای بعد ادامه خواهیم داد